عزیز کنار یک دوست دیگر قرار گرفتیم، میرم با اینا معرفی میشیم، ببینیم اسم اینا چیه و از کجا هستن. اسم من سید خان، از ولایت هرات، ولسوالی شندن و ولسوالی زاول. بسیار عالی سید خان جان، کم جلو بیاین. خیلی خوب سید خان جان، چند ساله که شما به هرات زندگی میکنه؟ ما تقریبا 2 سال است که به هرات زندگی میکنیم و الان در هرات هستیم. بسیار عالی. به ایران هم برفتیم؟ به ایران هم برفتیم. چند بار؟ یک بار به ایران هم برفتیم. چند وقت بود ایران؟ به ایران 1 سال به ایران بودیم. ایران بهتره یا هرات؟ هرات بهتر، چون هرات که ولایت خودمان است و کشور خودمان است. خب 100% که هرات بهتر است. درسته. درسم بخوندی؟ او درسم بخوندم. دینی یا مکتب؟ دینی هم بخوندیم و مکتب هم بخوندیم، البته از مکتب فارغ هستیم. صنف 12 فارغ. صنف 12 بله فارغ هستیم. دینی چقدر خوندی؟ دینی هم یک چند تا کتاب از دینی خوندم، تا مختصر و کنز الدقایق و شروط الصلاة اینا بخوندم. بسیار. چرا شروط الصلاة میگم؟ همین شروط الصلاة یعنی چی؟ شروط الصلاة یعنی به معنای شرط های نماز. بله. شروع میکنه یعنی شرط های نماز. درسته. شما میشه با ما بگیم کدام سوره که به نام یک میوه است؟ میفهمی؟ ولا نام یک میوه، قسم خورده خداوند به همون نام میوه. ولای تو معلومات در این سوره ندارم، چون در دین که هستم اگر ما گفای اضافه اگر از خود بگیم باز بل. مثلا نه، این از خود نیه، این به قرآن آمده، یعنی ما خود ما از پیش خونه میگیم. درسته. شما بگیم کوچکترین سوره قرآن کدام سوره؟ کوچکترین سوره قرآن این اتوینا. آفرین. نام خدا. شما ما بگیم در اصل همون اینا به نام کوثر هم یاد میشه، سوره کوثر. درسته. بزرگترین سوره قرآن کدام سوره؟ بزرگترین سوره حتی نمیفهم، ولی بهترین سوره در قرآن که است آیت الکرسی است. خب نام آیت الکرسی و من نمیفهمم که مثلا کدام سوره است. بزرگترین سوره فکر کنم سوره بقره است که 286 آیه داره. درسته. سید خان جان دنبال میریم. یک کلیدیه که هیچ در باز نمیکنه. یک او چی کلیه؟ هو هلمیه که نه کلیدیه، اسمی هم کلیده ولی هیچ در باز نمیکنه. او کلید چیه؟ ولا نه، اگر گفتی جایزه هم داری. کلیدیه که هیچ در باز نمیکنه، اسمی هم کلیده، او کلید چیه؟ زیاد هم از او به خانه استفاده میکنه. ولا نمیفهمیم. نه. خب سید خان چون تشکر از اینکه با ما مسابقه کردید. خب بینندگان عزیز، کنار یک هموطن دیگر قرار گرفتیم، میریم با اینو معرفی میشیم، ببینیم کی هستن و از کجا. از ولایت هرات، ولسوالی شیندن هستم. اسم شما؟ اسمم مختار، از ولایت هرات، ولسوالی شیندن. مختار جان، درس هم خوانده؟ بله، درسم. چقدر درس خوانده؟ فارغ التحصیل صنف 12 هستم. فارغ صنف 12. دینی هم خوانده؟ بله، یکم دینی هم خوانده. چند تا کتاب خوانده؟ در من 5 کتاب خوانده. می 5 کتاب تام خوانده؟ بله. خیلی خوبه. اسم شما گفتیم مختار جان؟ بله. مختار جان. مختار جان، امروز 15 آگوست روزی که امارات اسلامی پیروز شد و آمریکایی از کشور خارج شد. امروز روز آزادی، روز استقلال. در مورد آزادی و استقلال اگه کم سر صحبت کنه. در مورد آزادی، تا طالبان آماده در می روز 1 سال بگذشت که از 2 سال بگذشت. درسته. که از ما 2 سال میشه که روز آزادی خور چی میکنیم؟ استقلال جشن میگیریم. بله. و ما خوشحال هستیم، ولی حالا امنیت هم هست، ولی که یکم وضعیت اقتصادی خراب است، هم بخیر و قرار پیش میره، تیار میشه. درسته. و ما دهالی که قرار داریم خیلی یک امنیت خوبی داریم و از جلوا دوزی و ایش کارا و ایش چیزا همگی چی شده گم شده، ولی تا امارت اسلامی آماده. درسته. مختار جان، شما به عنوان یک جوان افغانستانی چی خواسته داریم از حکومت امارت اسلامی؟ این 2 سال گذشت، ولی آنچنانی که باید برای جوانان کار مهیا شد، زمینه اشتغال مهیا شد، مهیا نشده. چی گفتنی داری؟ چی خواسته داری؟ پشتو فرق نمیکنه. مر داخل ده اسلامی امارت سخچی و مشت کار جور کی او ده شوز مکتبونه خلاص کی په سطح د شریعت چې شریعت ویل دي نو پسیراتر سي موږ د اسلامي امارت څخه
دا تقاضا ده چې په افغانستان کې ښه امنیت راوړی دی، نور تقاضا هم لرو چې پر اقتصاد باندې کار وکړي او زموږ ځوانانو ته دلته کار برابر کړي او خارج ته ولاړ نه سي. هغه ځوانان هم چې په خارج کې دی راد سي خپل په وطن کې د خپل دغه وړون سره دلته لاس یو کړي او دلته د کار وکړي. نو اسلامي امارات هم پر دې باندې کار کوي، خو یو حکومت نړیدل بل حکومت راتلل بیا داسې په ژر سره نه جوړېږي. دا وخت په کار لري چې وخت ډیر وخت په کار لري چې تا پر دې باندې کار وسی، تا کار وسی دا جوړ کې. نو اسلامي امارات مختار جان ببخشید، میگی وخت لازم داره حکومت، فعلا 2 سال به نظر شما 2 سال آیا وقت زیادی نیه برای از اینکه برای جوانا کار مهیا بشه؟ خود سیده چې نور زموږ دوست همسایه کشورونه نه غواړي چې افغانستان خپل پر پښو باندې ودرې، د افغانستان سره دوی په تضاد کې دي، نه غواړي. مثال دا نږدې همسایه کشورونه د دوی سره لاس یو نه یو کوي، مثال په رسمیت دانې نه پیژني. که په رسمیت دانې وپیژني ان شاء الله چې اسلامي امارات هم نه غواړي چې دا مثال دا کشور خراب سي، یا ځوانان هی مهاجر سي، خلګې مهاجر سي نورو کشورو ته ولاړ سي، خو دوی هم غواړي چې دلته د دوی پر څنګ باندې کار وکړي او دلته یو ښه ژوند وکړي. شما میگیم بعض از کشورها نمیخوای، کدوم کشور میشه مثال بزنیم؟ کدوم کشور همسایه؟ مثال پاکستان، ایران، این کشورها نمیخوای که افغانستان چی باشه؟ آباد بشه؟ آباد باشه و یک مردمی خوب زندگی داشته باشه. درست. و امروز مختار جان شایع است که چون روز استقلال، بعضی از افراد میگن که شاید امروز رهبری امارات اسلامی اعلان بکنه که مکتبه باز میشه. اگر این گپ راست باشه و واقعیت داشته باشه، مکتبه خلاص شه و خواهران عزیز ما بتانه از سر فردا مثلا به مکتب برن، چی احساس داری؟ بریم احساس داده چه اسلامی امارات هم واری چه کم شریعت ویلی دی شزی پاقه شریعت که راستی و مکتب تا خبل علم وکی. دا خو په قرآن شریف کې هم راغلی چې علم پر نر او ښځې باندې فرض دی، او اسلامي امارات غواړي چې په کم شریعت دوی ته هغه لاره دغه کړې ده باسلې ده، په هغه کې دوی راسې زده کړې وکړي. زه هم دا احساس لرم چې اسلامي امارات څخه دا غوښتنه لرم چې کم شریعت و ښځې ته حق ورکړي، هغه حق دی ورکړي. او زه دغه هیله د اسلامي امارات څخه لرم چې کم شریعت چې دا و دغه ته وښځې ته د هیلم په دغه کې لاره ورکړې ده، خو په هغه کې دوی سره مرسته وکړي او خلاص کړي. او زه خوشحالیږم چې ښځې و مکتب ته ولاړ سي، تحصیل وکړي، هیلم وکړي، موږ هم مثال و قابلو ته و نورو نورو دغو ته اړتیا لرو چې دوی تحصیل وکړي، د دوی تحصیل ته موږ اړتیا لرو. مختار جان تر که گفتن حدیث که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته که علم بر مرد و زن مسلمان فرضه، امارت اسلامی میگه که ما باید یک تنظیم کنیم که همون معیاره که برای مرد برای زن در مکتب یا دانشگاه یک قانون جدید وضع بشه که حجاب به طوری که شریعت اسلامی گفته عیار بشن. ما هم میخواییم همون رقمی که اونا میگن و شریعت اسلامی اجازه میده عیار بشه، به هر نحوه که هست بالاخره مکتب باز بشه تا ای که خواهرای عزیز ما به مکتب روان بشن و تا ای که هیچ خانه بی سواد نباشه، علم داشته باشه، تا کشور عزیز ما از این وضعیت نجات پیدا کنه و به سوی آبادی و ترقی کشور خودش مبره ان شاء الله. مختار جان عزیز تشکر از که با ما صحبت کردید. لطفاً.